دستگیری چند تن از فعالان جمعیت سبز کردستان در اول آبان ماه انتشار سومین شماره از یک روزنامه کرد زبان در خاهره و ادامه تنش بین دولت عراق و ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی درود بر شما بینندگان گرامی دعوت می کنم با ما باشید با خبرهای امشب بخش فارسی کار کانال خسروی، کامران رحیمی و اکبر گوویلی از فعالان جمعیت سبز کردستان که در اول آبان امسال دستگیر شده بودند بیش از 88 روز است که در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برند. به گزارش کمپین دفاع زندانیان سیاسی و مدنی نیروهای امنیتی وابسته به اداره اطلاعات شهر سنندج یک شنبه مورخی یکم آبان ماه امسال به منازل اوریا خسروی ساکن روستای حسن آباد از تابع شهر سنندج فعال مدنی و عضو جمعیت سبز کردستان اکبر گویلی ساکن روستای کلانه از تابع شهر سنندج فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق و رزگار روشنی شهروند سنندجی 23 ساله عضو جمعیت سبز سنندج یورش برده و ضمن تفتیش منازل این سفعال کرد اقدام به بازداشت اوریا خسروی و اکبر گویلی کردند. به دلیل عدم حضور رزگار روشنی در منزل این نیروها موفق به بازداشت وی ای نشدند. این نیروها در روزهای سوم آبان ماه و 22 آبان ماه به منازل دو فعال کرد دیگر به نامهای کامران رحیمی 25 ساله عضو جمعیت سبز کردستان و کاوه تهماسبی 26 ساله زندانی سیاسی سابق و کوهنورد یورش بردن به دلیل عدم حضور کاوه تهماسبی این نیروها موفق به بازداشت وی نمیشوند اما کامران رحیمی بعد از تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است در این باره کاوه تهماسبی به ستاد مرکزی کمپین گفته است که این سفال کرد از زمان بازداشت تاکنون در بازداشت وزارت اطلاعات به سر میبرند و در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج تحت بازجویی قرار گرفتند و همکنون به مدت 88 روز از خانواده هایشان از وضعیت فرزندان خود بیخبرند. بنا به این گزارش این سفال کرد در اداری اطلاعات شهر سنندج زیر سختترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند. روز دوشنبه 26 دیما جمعی از فعالین کارگری به همراه خانواده های شریف ساید پنا و مزفر سالحنیا فعالین کارگری دربند در ادامه اعتراض به بازداشت آنان برای دومین روز متوالی با تجمع در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج خواستار آزادی نامبردگان شدند. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای های کارگری در همین راستا با توجه به حضور خانواده ها اطلاعات با فشار بر فعالین کارگری شریف ساید پناه را مجبور به تماس تلفنی با خانواده خود ساخته تا حاضرین را تشویق به متفرق شدن نماید شاهنی ذکر است که مامورین اطلاعات وعده دادند که این فعالین تا روز پنجشنبه در صورت عدم مراجعه مجدد خانواده هایشان آزاد شوند. منابع حقوق بشری کردستان گزارش دادند که یک شهروند بوکانی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به زندان محکوم گردید. به گزارش آژانس خبری مکریان یوسف رحمانی پور توسط دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف و اقدام علیه امنیت به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش نامبرده حدود چهار سال است در زندان به سر می برد. سه سال از ایام بازداشت خود را در زندان اصفهان و مدتی را در زندان خوی سپری کرده و اخیرا به زندان ارومیه منتقل شده است. طی هفته جاری سومین شماره از یک روزنامه کرزبان در خاهره منتشر شده است. این نشریه روزنامه اشراقات کردی نام دارد و پس از فوریه سال 2011 و درست بعد از سقوط حسنی مبارک اجازه انتشار یافته است. بنا به گزارش رسانه های کردی از آن زمان تا کنون سه شماره از آن بر روی پیشخان دکه های مطبوعاتی قاهره قرار گرفته است و همزمان نسخه کردی نیز در اقلیم کردستان چاپ و در مناطق کردنشین این کشور توضیح گردیده است. در واکنش به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی که اعلام کرده بود برای آغاز مذاکرات هسته‌ای گفتگوهایی در راه است یک مقام اتحادیه اروپا چنین گفتگوهایی را تکذیب کرد به گزارش رادیو فردا ساعتی پس از اظهارات علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که به ترکیه سفر کرده است سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت هیچ گفتگویی در راه نیست و ما از ماه اکتبر همچنان منتظر پاسخ ایران به نامه خانم اشتون هستیم اندکی پیشتر سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز با تکذیب گفته های علی اکبر صالحی گفته بود از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز ناروشن و بدون طرحی مشخص است به دنبال پیام باراک اوباما به رهبری ایران در خصوص تنگه هرمز رسانه های جمهوری اسلامی گفتند که رئیس جمهور آمریکا خواستار مذاکره مستقیم شده است در این پیام باراک اوباما گفته است که بسن تنگه هرمز خط قرمز کاخ سفید است و آمریکا در این خصوص واکنش نشان خواهد داد. هرچند علی اکبر ولایتی مشاور رهبری ادعا کرده بود که این نامه حاوی نکته جدیدی نیست ولی علی متحری نماینده مجلس میگوید که اوباما درخواست مذاکره مستقیم کرده است. علی متحری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه اخیر باراگ اوباما رئیس جمهوری آمریکا در خصوص جزئیات این نامه گفت در این نامه هم گفته شده که بستن تنگه هرمز خط قرمز ماست و همین که درخواست مذاکره مستقیم کردند متحری در این رابطه اظهار داشت که خسمت اول این نامه از موضع تهدید و خسمت دوم هم از موضع دوستی و مذاکره بیان شده است علی باخری معاون سیاست خارجی و امنیت بین المللی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران به منظور رایزنی و تبادل نظر با مقامات روس در خصوص اثرگیری مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک میانجیان حل مسئله هستی این کشور وارد روسیه شده است. باخری در جریان بازدید خود از مسکو با وزیر امور خارجه روسیه و مقامات دیگری که مسئول مسائل سیاست و امنیت روسیه هستند دیدار و گفتگو می کند و درباره مسائل دو جانبه منطقه و بین المللی و نیز در خصوص حوادث اخیر در زمینه هسته و مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک با آنها تبادل نظر می نماید. گروه پنج به علاوه یک میانجیان بین المللی حل مسئله هسته ایران از سال 1382 به همراه آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ایران کارهای مربوط به غنیسازی اورانیوم را که برای رژیم منع گسترش هسته ای خطر ساز است متوقف سازد اوضاع در اطراف برنامه هسته ایران پس از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی متشنج شد آژانس در گزارش خود اعلام نمود ایران کارهایی را در راستای ساختن سلاح هسته انجام داده و ممکن است این فعالیت ها همکنون نیز ادامه داشته باشد. تنش بین دولت عراق و اطلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین این کشور، به اوج خود رسید و چندین تن از وزرای دولت به طور موقت از ادامه کار در وزارتخانه های خود محروم شدهاند. گزارشی داریم در این رابطه. علی الدباخ سخنگوی دولت عراق اعلام کرده است که این وزیران دیگر نمی توانند وزارتخانه های تحت نظر خود را اداره کنند و امضای آنها هم به عنوان وزیر دیگر معتبر نیست. پیش از این نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته بود وزیرانی را که جلسات هیئت دولت را تحریم می کنند اخراج خواهد کرد. نه نفر از وزیران دولت عراق از چند هفته پیش جلسات کابینه و پارلمان را تحریم کردند. تنش بین نوری المالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق و اعتلاف العراقیه که بخش بزرگی از سنی های عراق را در پارلمان و دولت ائتلافیان آن کشور نمایندگی می کند همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از عراق به اوج خود رسیده است صدور دستور بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق و یکی از رهبران سنی مذهب ائتلاف العراقیه سبب شد نمایندگان العراقیه پارلمان آن کشور را تحریم کنند ائتلاف العراقیه 82 کرسی از 325 کرسی نمایندگی در پارلمان اراق را در اختیار دارد شاین ذکر است که تلاش آمریکا و سازمان ملل هم برای کاستن از تنشها و آغاز مذاکرات جدی برای حل اختلاف های بین رهبران سیاسی عراق تا کنون بی نتیجه مانده است. ادامه ی خبرها شورای اطلاع دولت آمریکا در بیانیه ای ایجاد اختلال عمدی در پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی بین المللی به دست جمهوری اسلامی را نقض حقوق بشر و تهدیدی برای آن دانسته و به شواهد جدیدی اشاره کرد که نشان می دهد در حال حاضر بخشی از این پارازیت ها و اختلال در امواج از خاک سوریه پخش می شود. همکارم گزارش می دهد. آندره مندز مدیر بخش فنی در شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا در این باره می گوید محل پخش پارازیت و اختلال های اخیر در امواج ماهواره و تلسط نقطه در اطراف شهر دمشق پایتخت سوری است. پخش برنامه های فارسی صدای آمریکا و شبکه بی بی سی از این اختلال ها اثر منفی گرفتند. والتر آیزاکسون مدیر شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا نیز اعلام کرد این نکته را همه باید بدانند که محل پخش پارازید و امواج مسدود کننده پخش برنامه های ما برای ایران نقطه‌ای در خاک سوریه است در همین زمینه شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا در قصنامی که در جلسه روز 13 ژانویه به تصویب رسید از شرکت کنندگان در کنفرانس جهانی ارتباطات که در شهر ژنو برگزار خواهد شد و همینطور از مدیران صنایع ماهوارهای ارتباطی خواست که این اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و با آن مقابله کنند ماه گذشته نیز گروهی از رسانه های بین المللی از جمله صدای آمریکا بی بی دویچه وله رادیو تلویزیون بین المللی فرانسه و رادیو بین المللی هلند به پخش پارازید و امواج مسدود کننده توسط حکومت ایران اعتراض کردند اتحادیه اروپا تحریم های رژیم سوریه را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا موافقت کرده تا تحریم هایش را علیه رژیم سوریه افزایش دهد و به این ترتیب 22 نفر دیگر به دلیل دخالت در سرکوب معترضین سوری شامل این تحریم ها خواهند شد. اتحادیه اروپا همچنین هشت شرکت و سازمان دولتی سوریه را نیز مورد تحریم قرار داده است اتحادیه اروپا ماه گذشته هشدار داده بود چنانچه رژیم سوریه دست از سرکوب مخالفان برندارد با تحریم های جدیدی روبرو خواهد شد اعضای شورای امنیت سازمان ملل از روز چهارشنبه مذاکرات خود درباره اوضاع سوریه را شروع کردند و به گفته دیپلمات‌ها این مذاکرات به دلیل نظرات متفاوت اعضا به سختی پیش می‌رود. موضع اصلی مذاکرات بحث بر سر طرح ای است که از سوی روسیه به شورای امنیت ارائه شده است. به گفته یک دیپلمات غربی، کشورهای آمریکا، فرانسه و آلمان به شدت با برخی بندهای این طرح مخالفت دارند در این بندها مسئولیت ادامه خشونت ها به یکسان بر عهده رژیم سوریه و نیروهای اپوزیسیون نهاده شده است به گفته یه سازمان ملل متحد در دهم ماه گذشته حدود 5400 شهروند غیر نظامی در سوریه توسط نیروهای نظامی و امنیتی رژیم اسد کشته شدن. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این بندها را غیر قبول خواند. چین و روسیه در اکتبر سال 2011 با تصویب خطنامه ای که از سوی کشورهای غربی مبنی بر محکومیت رژیم اسد ارائه شده بود مخالفت کردند. رئیس پیشین سازمان امنیت عربستان سعودی در واکنش به تهدیدهای اخیر ایران گفت برای تأمین امنیت ملی و منطقه‌ای از همه گزینه‌ها استفاده خواهیم کرد. ترکیال فیسر رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی در یک کنفرانس امنیتی با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض اعلام کرد که بستن تنگه هرمز پیامدهای غیر قابل پیش بینی به همراه خواهد داشت. ترکیال فیسر که مکنون سرپرستی مرکز پژوهشها و مطالعات اسلامی ملک فیسر را عهدهدار است گفت همه ما سخنان متکبرانه در مورد بستن تنگه هرمز و تعرض به کشورهای همسایه را از زبان رهبران ایران شنیدیم این اقدام سبب افزایش تنش در منطقه می شود و ممکن است با ماجراجویی های غیر قابل پیش بینی همراه شود الفیصل درباره برنامه اتمی ایران گفت در مناقشه اتمی میان ایران و جامعه جهانی بیطرف هستیم اما تهدید امنیت و منافعمان ما را وادار می کند از همه گزینه ها برای دفاع از وطن و امنیت منطقه خود یاری گیریم ترکیه الفیصل بار دیگر ایران را متهم به دخالت در امور کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کرد و درباره تبلیغات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی گفت رهبران ایران باید از دخالت در امور کشورهای عضو شورای همکاری خودداری کنند و از ایجاد تفرقه و فتنه مذهبی و زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی این کشورها دست بردارند تهران و ریاض به جز برنامه اتمی ایران و بستن تنگه هرمز در مورد تحولات کشورهای عراق، بحرین، سوریه و لبنان اختلافات شدیدی با یکدیگر دارند. در پی افشای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا، مناسبات دو کشور رو به تیرگی نهاد و عربستان سعودی و آمریکا مقامات ایرانی را متهم می‌کنند در این توطئه دست داشتند. و آخرین خبر امشب اوباما سرکوب معترضان سوری را محکوم کرد به گزارش دیویچ وله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با ملک عبدالله پادشاه اردن بار دیگر اعمال خشونت از سوی رژیم اسد را شدیدن محکوم کرد و خواستار کنارگیری اسد از قدرت شد اوباما تصریح کرد که سرکوب معترضان توسط بشار اسد غیرقابل قبول است رئیس جمهوری آمریکا از ملک عبدالله به عنوان نخستین رهبر یک کشور عربی که خواستار برکناری اسد از قدرت شده بود تقدیر کرد همزمان با سفر ملک عبدالله به واشنگتن یک مقام ارشد دولت اوباما اعلام کرد که آمریکا اطمینان دارد که جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان به رژیم اسد اسلحه ارسال می کند. وی برای اثبات سخنان خود به, سفر، به سفر اخیر یکی از فرماندهان سپاه خود به دمشق اشاره کرد این مقام آمریکایی افزود این امر نشانه آشکاری از مداخله ایران در اوضاع سوریه به منظور کمک به رژیم اسد برای سرکوب خونین معترضان است با سپاس و تشکر از همراهی شما بینندگان گرامی پاینده باشید شب خوش